خب دوستان، میرسیم به بخش پایانی برنامهمون، به قسمت ادیت یک پزو میریم، یک ممبر. متاسفانه من کل این پروسه رو براتون ویدیو گرفته بودم، ولی در پایان ویدیو رو نتونستم ذخیره کنم، به خاطر همین دوباره الان اینجا یک ویدیو دیگه میگیرم. ولی قصد ندارم تو دو مرتبه کدها رو بنویسم، ولی خب بهتون توضیح میدم که موضوع از چه قراره. ابتدا برای اینکه بعد از اینکه کلیک بکنیم بر روی یک ممبر، در این قسمت یک ممبر رو سلکت بکنیم و آیدیش رو به عنوان شناسه اون شخص دریافت بکنیم، برای مثال اینجا من اگر روی سلیم کریمی کلیک بکنم، خب شناسهش توی کلاس پرفرنس ذخیره شد برای من و اونجا در خودش نگه میدارم. زمانی که سیفت وی خودم رو بکشم به سمت راست و ادیت رو بزنم، میبینید که آیدی رو اینجا دوستان گت میکنم. اینجا آیدی رو گت کرد در این قسمت. بذارید من ویژوال استودیوم رو مینیمایز بکنم و در لحظه هم سیمیلیتور رو داشته باشیم، هم ویژوال استودیو رو. خب اینجا دوستان اومدم تو این قسمت در پیج ادیتم. زمانی که روی باتون ادیت توی سویفت وی کلیک میکنید، پیج ادیت گفتم زمانی که باز شد، در قسمت اینیشالایز ادیت پیج اومدم یک ترای کش باز کردم و اسکیور کانکشن خودم رو مثل بقیه کانکشن هم که به دیتابیس خودم وصل می شد متصل کردم و در اسکیور کامنت به دیتا تیبل پرسون متصل شدم تا زمانی که آیدی برابر با آیدی باشه. خب دوستان این آیدی از کجا میاد؟ آیدی رو در این قسمت، در قسمت پارامتر اد ولیو اومدم کانورت کردم به اینت 32، چون پارامتری که در کلاس پرفورمنس گرفته بودم از نوع استرینگ بودش، رشته بود، اینجا کانورتش کردم به اینت. میبینید که در متد پرفورمنس اینجا از متد گت برای کالبک اون کی آیدی که اینجا داشتم که یوزر آیدی بود، برای من اینجا استرینگ دات امتی برمیگردونه که مقدار آیدی شخص سلیم کریمی رو برای ما اینجا برگردون و از طریق SQL Data Reader ریدرش کردم. و در این قسمت اومدم مقادیری رو که ریدر کرده در تکس باکس های مورد نظر خودم جایگزین کردم. خب تا اینجای کار در قسمت Initialize Component اومدیم فقط فیلد کردن دیتا اینتری تکس باکس های خودمون رو انجام دادیم. در قسمت بعد در اینجا وقتی ادیت رو میزنیم، یعنی ما عملا هر تغییری که اینجا وارد بکنیم، با عنوان مثال شماره تلفن رو من تغییر میدم به این و سن سلیم کریمی رو هم به 18 سال تغییر میدم و ادیت رو اینجا میزنم. زمانی که ادیت رو میزنید، عموما این پیغام اینجا برای شما داده میشه: info data as editing saved. اوکی اوکی رو میزنیم. اگر الان برگردم به پیج قبلین که لیست ممبرهای من هستش، کلیک بکنم ادیت، میبینید که مقدار 18 و شماره تلفن و چیزهایی که وارد کرده بودم تغییر کرد اینجا. خب در قسمت ادیت هم زمان دوستان این قسمت، این ایونت هندلر شامل باتون ادیت هست که مجددا یک بار دیگه به SQL متصل میشیم. در بالا یک متغیر تعریف کردم
که کانورت تو اینت توی CO2 میکنه برای من همون کلاس پرفورمنس رو و دوباره اینجا آیدی رو برای من میگیره. اینجا آیدی رو گرفتم چون میخوام برگردم که این بار اگر ادیت میکنه روی کدوم آیدی رو برای من آپدیت بکنه. در قسمت SQL کامن هم از آپدیت پرسون set name فامیلی و تمام موجودیت هایی که داشتم استفاده کردم و مقادیر رو این بار از تکست باکس به اون پاس دادم. در انتها هم که execute non query برای execute کردن کامند خودمون استفاده میکنیم. خب در قسمت کش هم که اکسپشن هم رو اینجا اندل کردم و در نهایت اینجا گفتم وقتی که اکسپشن شد خب این رو از اینجا بر میدارم دوستان میارم در قسمت باتون جایی که ادیت باتون ادیت کلیک میشه زمانی که همه این عملیات انجام بشه و هیچ خطایی نگیریم مستقیما برگرده به پیج ممبر لیستمون. یک بار ریفرش میکنم. ممبر لیست رو باز می کنم. این بار به عنوان مثال سعید رو انتخاب می کنم. ادیت. ایمیلش رو درست می نویسم. فامیلی رو به عنوان مثال رضایی قرار میدم و در انتها ادیت. استرینگ اون باینری از تایید. خب دوستان اینجا یک ارور دریافت کردیم. ارورمون برمیگرده به مقدار ورودی که در ایمیل اینجا دریافت میکنیم. خب من یک تغییر توی ایمیل میدم به همون صورت قبلی میذارمش. ادیت. خب این بار میبینید که بعد از ذخیره آپدیت اون جدولمون اون سطر از جدولمون وقتی برمیگردیم مستقیما برنامه طبق این دستوری که اینجا دادیم نویگیشن پوش از سینگ ممبر لیست رو برای ما نشون میده. خب یک بار برنامه رو کلا میبندم از قسمت اد اپ اپلیکیشن اینجا نویگیت میکنم روی پیج لاگین خودم که مستقیما پیج لاگین رو برای من باز بکنه در شروع استارت نرم افزار. خب مجددا لاگین میکنم. میخوام یک تست کلی از برنامه بگیرم. دوستان برنامه ما اینجا به پایان رسیده طراحیش. همینطور که از اول با هم دیگه کار کردیم خب در قسمت اول طریقه ساخت یک پیج لاگین رو با هم کار کردیم. یوزرنیمش ادمین بود. پسوردش 2353 اینترن هستش. این دوتا انتیتی اینترن بودن. لاگین رو که بزنیم وارد پیج ادمین میشیم. پیج نویگیشنمون ببخشید در پیج نویگیشنمون که این رو هم با هم دیگه کار کردیم مرحله ای
و در مرحله بعد رفتیم و اد یک شخص جدید رو، یک پرسون جدید رو در دیتابیس SQL سرور با هم دیگه کار کردیم که اینجا به عنوان مثال جان اسمیت یک شخص وارد میکنم 35 ساله با شما تلفنم. این جان اسمیت برای ایمیلش، خب زمانی که سیو رو میزدیم میبینید که جان اسمیت ذخیره شد و پیغام با این عنوان که Your data has saved برای ما نشون داده شد. برمیگشتیم به نویگیشن پیجمون، از طریق ممبر لیست میتونستیم لیست تمام اعضایی که ثبت شدن توی دیتابیس رو داشته باشیم. خب میبینید که جان اسمیت آخرین شخصی هستش که واردش کردیم، وارد دیتابیس شده. اگر روی شخص نگه داریم و به سمت چپ بکشیم، از سویفت میبینید که دو تا قابلیت بهش اضافه کردیم، دیلیت و ادیت. دیلیت و ادیت، ابتدا ادیت رو کلیک بکنیم میبینید که محتویات دیتا انتری میشن روی تکس باکس هامون و آماده این هستن که تا ادیتشون کنیم. به عنوان مثال اگه من الان اینجا جان اسمیت رو به پاول تغییر بدم، ادیت رو بزنم، میبینید که جان پاول برای من اینجا الان نمایش داده میشه. و در قسمت بعد هم دیلیت رو داشتیم. به عنوان مثال اگه من الان بخوایم همین جان اسمیت رو دیلیت بکنم، باز دوباره از طریق سویفت میکشم به سمت چپ و دیلیت رو که بزنم، یک بار از من میپرسه که آیا مطمئنم که این شخص رو از لیست خودم حذف بکنم. Yes. میبینید که حذف شد. خب شما چهار عمل دیتا انتری در زامرین فرم رو توسط SQL سرور تو این آموزش یاد گرفتید: نحوه درج کردن اطلاعات، آپدیت اطلاعات، حذف اطلاعات و ادیت اطلاعات رو، به اضافه اینکه یک چکیده ای از نحوه کار و تنظیم پیجا و رابطه های گرافیکی در زامرین فرم هم با هم آشنا شدیم. خب در قسمت بعد میخوام بهتون آموزش بدم که چطور این اپلیکیشن رو یا هر اپلیکیشن دیگه که خودتون می‌نویسید رو پابلش بکنید، یعنی یک خروجی ازش بگیرید و از برنامه‌تون استفاده بکنید. برای این منظور ابتدا برنامه‌ام رو می‌بندم. خب بچه ها، برای پابلش اپلیکیشن اندروید خودتون یا iOS خودتون، نکاتی رو که اینجا بهتون میگم رو مرحله به مرحله پیش برید تا اپلیکیشن خودتون رو پابلش بکنید. و کلا دو نوع پابلش کردن اپلیکیشن های اندروید رو داریم که من هر دوش رو اینجا بهتون آموزش میدم. در گام اول میخوام آیکون دلخواه خودم رو روی اپلیکیشنم، زمانی که یوزر نصب میکنه اپلیکیشن من رو روی دستگاه خودش، اون آیکون خودم رو به پروژه هم اضافه کنم. از قسمت Asset, Reference و MemePep میبینید که اینجا به آیکون ها دسترسی داریم. دو تا آیکون دیفالت خود زامرین هستش اینجا در این قسمت. آیکون مورد نظر خودتون رو
کپی کنید. من از قبل این آیکون رو دانلود کردم. شما میتونید هر آیکون دیگه ای رو که دارید و میخواید به پروژهتون اضافه کنید رو اینجا در این پوش ابتدا پیست کنید. بعد از قسمت مین اکتیویتی، مسیر دایرکتوری که آیکون شما هستش، میبینید که میپ مپ، اینجا میپ مپ رو داریم و آیکون ما، آیکونی که اضافه کردیم از جنس PNG، نام آیکون رو کافیه که اینجا کپی کنید و جایگزین آیکون قبلی دیفالت خود اپ بکنید. در گام بعد برای پابلیش برنامه‌تون، من اینو رو کلا می‌بندم که بهتر بتونید ببینید. خب ابتدا برای پابلیش کردن اپلیکیشنتون دوستان، بعد از اینکه آیکون رو تنظیم کردید، از قسمت دیباگینگ دیباگ خودتون رو به آلت ریلیز تغییر بدید. ابتدا از این قسمت و بر روی پروژه خودتون راست کلیک بکنید و بر روی گزینه آرشیف رو انتخاب بکنید. خب البته نکته ای هم که فراموش کردم بهتون بگم، در قسمت سولوشن دو مرتبه اگر اینجا کلیک بکنم، خب اینجا داره بک‌گراند کار خودش انجام میده. برنامه من درگیر هست. خب الان آزاد کرد. دوستان برای اینکه اسم پروژهتون رو هم تغییر بدید یا اسم دیگه برای پروژهتون بذارید، میتونید مستقیم نام پروژه رو اینجا تغییر بدید، یا اگر راست کلیک کنید از قسمت پراپرتیز پایین میتونید تمام تنظیمات و امکاناتی که برای برنامهتون میخواید بذارید رو اینجا تغییر بدید. به عنوان مثال اینجا میتونید ورژن برنامه رو عوض بکنید، نوع تمش رو انتخاب بکنید، اپلیکیشن آیکون، من مجددا اینجا به صورت دستی هم اینو انتخاب میکنم، اینجا نام اپلیکیشن که بهتون گفتم میتونید تغییر بدید، لولی که روی چه دستگاهی کار بکنه، روی چه سری از موبایل ها با چه آپدیت های اندرویدی به برنامه شما بالا بیاد. در قسمت ریکوئرد پرامیسیز اینجا دوستان شما دسترسی های اپلیکیشن خودتون رو به دستگاه محدود یا نامحدود میکنید. مثلا اپلیکیشن شما اجازه داشته باشه از بلوتوث استفاده بکنه، اجازه متصل شدن به اینترنت رو داشته باشه، اجازه داشته باشه دفترچه تلفن رو بخونه، اجازه داشته باشه دوربین رو باز کنه، اجازه داشته باشه به گالری عکس ها و فیلم های شما دسترسی داشته باشه، اجازه داشته باشه، یا هر چیز دیگه که مربوط به دسترسی هستش دوستان، اینجا شما براش تعیین میکنید. میبینید که کامرا، کالفون، همه چیز اینجا هستش که شما باید براش تعریف بکنید که اپلیکیشن شما اجازه استفاده از چه قابلیت های از اون تلفن همراه رو داره. میبینید که سیتینگ رو داریم، SMS یا هر چیزی دیگه. خب اینا هم که بسته به اون نوع پروژه و کاری که خودتون میکنید، دقت کنید که اینجا دسترسیاش رو آزاد بذارید. خب دیگه الان مستقیم میخوام برم آرشیو رو انجام بدم، راست کلیک کنم مجددا روی آرشیو. فراموش نکنید دوستان که حتما از بالا از قسمت از دیباگ به ریلیز تغییر بدید ویژوال استودیوتون رو. یه نکته کوچیک دیگه هم ولی خیلی مهم رو بهتون بگم، اگر اپلیکیشن خودتون رو آرشیو کردید و روی موبایل به صورت مانوئل
نصب نشد و ارور دریافت میکردید، مجددا یک بار دیگه به ویژوال استودیو بیاید، به همین قسمت راست کلیک کنید دوستان، راست کلیک کنید این قسمت روی پروژتون پراپرتیز و در قسمت اندروید آپشنز ریلی سر جای خودش بمونه. این تیک رو دوستان از اینجا بردارید و بعد آرشیف کنید. Use fast developer debug mode only. این تیک رو بردارید و مجددا آرشیف کنید. برنامه‌تون رو از طریق فلش یا کابل USB اپلیکیشن رو به موبایلتون انتقال بدید و نصب کنید، ارورتون برطرف میشه. اگر اروری در زمان نصب برنامه‌تون به صورت مانوئل روی موبایلاتون دریافت کردید، حتما این تیک رو بردارید. من این تیک رو میذارم و مجددا راست کلیک، آرشیو رو میزنم. خب ببینید که اینجا برای ما آرشیو نمیکنه، یک ارور گرفتیم. The archiving process has failed. Please see the error section for more details. برمیگردم به اندروید آپشن. این تیک رو دوستان از اینجا برمیدارم. یک بار بیلت میکنم پروژه رو و این رو هم میبندم. مجددا امتحان میکنم. آرشیو. خب اروری که میخواه گرفته به من میگه که لطفاً یک بار پروژهتون رو بیلد بکنید. من مجددا یک بار کل پروژه رو بیلد میکنم. هنوز همچنان مشغول بیلد کردن هست. خب آزاد کرد. یک بار میبندم این رو. خب دوستان اروری که داریم fast development is enable که ما دیزیبلش کردیم و selected bit configurationش هم بر روی دیباگ هستش. خب این رو هم برای دیباک میزنیم. مجددن یک بار دیگه آرشیف میکنم. خب میبینید که این بار داره عملیات آرشیف کردن رو برای ما انجام میده. صبر میکنیم تا پکیج ما آماده بشه، یک آرشیو از اپلیکیشن ما ویژوال استودیو برامون بسازم. خب در این مرحله از قسمت دیستریبیوت شما دو تا انتخاب دارید. یک اینکه میتونید اپلیکیشن خودتون رو مستقیما بر روی گوگل پلی پابلش بکنید که شما باید یک اکانت توی گوگل پلی برای خودتون باز بکنید و یک مبلغ 29 یا 25 یورو دلار باید پرداخت بکنید برای پابلش اپتون توی گوگل اپ استور، و یا اینکه به صورت مانوئل بیاید روی حافظه کامپیوترتون اپتون رو فایل APK خودتون رو دانلود بکنید، بسازید، پابلش بکنید و از طریق USB یا فلش یا بلوتوث یا هر چیز دیگه ای به دستگاهاتون فایلتون انتقال بدید و به صورت مانوئل نصب کنید. خب من در اینجا قسمت مانوئل رو با هم دیگه کار میکنیم، بهتون آموزش میدم. روی گزینه اول کلیک میکنید، اد هوت. در این مرحله بر روی این باتون به اضافه کلیک میکنید. اینجا یک شناسه از
خودتون باید وارد بکنید که سازنده این نرم افزار کی هستش، آدرس منزل، کد پستی شهری، نام کامل خودتون و این مشخصات رو اینجا وارد میکنید. یک پسورد هم وارد میکنید که من اینجا قبلا یک شناسه تعریف کردم به نام تست اپ که همین رو انتخاب میکنم و سیو میکنم. در مرحله بعد برای ما میاد که اپ رو کجا ذخیره بکنیم. خب من اپ رو توی دسکتاپ توی همون پوشه ایمیج جایی که فایل های گرافیکی این پروژه من بود ذخیره میکنم. در این قسمت از شما همون پسوردی رو که زمان تعریف شناسه داده بودید از شما میخواد. پسورد رو وارد میکنم. فایل برای من ذخیره شد در این مسیر. خب دوستان همینطور که میبینید این فایل APK من هستش، فایل اندروید من هستش که میتونم اینو به هر دستگاه اندرویدی انتقال بدم و نصبش بکنم. خب میریم تا این رو روی موبایل اندروید خودم نصب بکنم و به صورت لایف روی دستگاه موبایل هم بهتون نشون بدم. خب ابتدا متصل میکنم دیوایس خودم رو به کامپیوترم. و کافیه که فقط فایل خودم رو درگ دام یا کپی پیست بکنم توی این مسیر. خب دوستان من برنامه رو از طریق USB وارد دیوایس خودم کردم. برمیگردم به اینجا، میبینید که آیکون اپلیکیشنی که ما براش نوشتیم اینجا هستش. میرم برای دانلودش، اینستال میکنم نرم افزار رو و داون رو میزنم. به لیست اپلیکیشن خودم میام، میبینید که اپلیکیشن ما هم اینجا اضافه شده. روش کلیک میکنم، خب میبینید که به زیبایی هرچی تمام. اپلیکیشنی که نوشتیم اینجا روی دیوایس ما هم کار بکنه. ادمین رو میزنم، پسوردم 2353 بود که اینترن تعریفش کرده بودم. سیف و قسمت اد پرزو میام، یک شخص جدید به عنوان مثال رضا آرامی 21 ساله با شماره تلفن به عنوان مثال این رضا ات آرامی دات کام به عنوان مثال و سیو رو که بزنم خب دوستان اینجا میبینید که مجددا باز این پیغام برای من میاد که این داده یعنی تنظیماتی که اینجا در ویژوال استودیو داشتم در این قسمت برای لیست کشورهایی که اینجا محدود کرده بودم که چه کشورهایی باز بکنه در این قسمت دوستان میبینید که خب ما دیگه تمام کشورها رو زدیم. اینجا باید Use Fast Development هم فعال میشد. مجددا فعالش میکنم. یک بار دیگه آرشیو. بگیرم. خب مای اپ رو اینجا دارم.
امیدوارم تا از این آموزش بهره کافی رو برده باشید. اگر سوال یا مشکلی در حین پروژهتون داشتید، حتما برام ایمیل کنید با اسکرین شات تا بهتون کمک کنم. لینک تمام سورس کد این آموزش رو هم در ویدیو آخر توی همین ویدیو